وجود داره. حالا تیمشون داره نتیجه میگیره، روند کاری خوبی داشته تو این هفته های گذشته تو لیگ و حذفی، ولی با یک بحران بزرگ مواجه هستن، اونم بحران پرونده استراماچونی. اول صحبت های فتح‌الرضا راجع به آخرین شرایط باشگاه، چون میدونم جلسه هیئت مدیره هم داشتید، رو بشنویم، بعدش من سوال های هوادارا رو مطرح کنم. از امروز میخوام توضیح در مورد کلیات کارمون بدم. متاسفانه از موقعی که ما شروع کردیم، خب شما یادتون هست من همون روزی که اومدم گفتم همون بلافاصله همون روز فرداش توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفتم من واقعا نمیدونستم که وضعیت و شرایط باشگاه اینجوریه، چون یه رقمی رو گفته بودن هست، یه رقمی رو موجود بوده، اومد مثلا اون نیست، به اندازه اون هم ما بدهی داریم، چون بعضی مثلا میگن مثلا شما اگه نمیتونین کاری انجام بدین چرا واسه اومدین؟ ها خیلی خوب، من که از روز اول گفتم اگه یک نفری میتونه این شرایط رو حل کنه، درست بکنه، من حاضرم که کنار برم و اون بیاد. حتی گفتم که اگه کسی واقعا ادعا میکنه که پول داره بیاد، من خودم میبرم پیش آقای وزیر، میام ایشون باشه، چون برای من استقلال مهمه نه مدیر عاملی خودم. گفتم دیگه اینکه یه چیزی که گفتم منتها اگر الان ول کنم برم استعفا بدم میگن تاثیر باز ول کرد، بمونم میگن اگه نمیتونی چرا واسطادی. ببین اصلا بحث من نیست، بحث باشگاهه. ما یه بدهی رو داریم که الحمدلله هر روزم دلارمون بالا پایین میشه. شما حساب کن مثلا تو دوره مدیریت قبلی ما 30 میلیارد اگه میدادیم تمام شده بودین، یا نه بعد از این چند سال دیگه چند تا مدیر اومدن رفتن، همون مدیری که مثلا باعث شد که ایشون رفت، همون مدیر اگه 30 درصدشو میداد، مدیر بعدیش هم 30 درصدشو میداد، این یکی هم 30 درصدشو میداد، الان تمام شده بود، اصلا پولی نبود که. 30 میلیارد از شما حساب کن از 10 میلیارد 12 میلیارد شروع شده اومده بالا، الان که به ما رسیده شده 100 میلیارد. ببینید 100 میلیارد پولی کمی نیست که ما بتونیم بدیم. بعد میگه من چه کار کردم؟ خیلی خوب منم میگم چه کار کردم. بنده روزی که اومدم تو اون باشگاه تا الان تو همین سه ماه و نیمه 160 میلیارد پول آوردم. حالا یه درآمد کسب کردم یا چیکار کردم؟ قرض گرفتم. ولی آوردم دیگه. خب چرا پول اصرار ندید؟ نمیشد. ببین ما این پول تیکه تیکه داریم میاریم. خب بازیکن که پول ندی که بازی نمیکنه که، بالاخره اونم زن بچه داره، زندگی داره دیگه. پول هتل ندی که هتل رات نمیدن که. جاری باشگاه. بله. شما حساب کن من برای باز کردن پنجره باشگاه استقلال 300 هزار دلار پول دادم. تا باز شده 300 هزار دلار پول دادم. تا امروز 1 میلیون دلار من پول چی دادم؟ پنجره رو دادم، مال آقای محبی رو دادم، کادر فنی رو دادم، بازیکن‌های خارجی رو دادم، 1 میلیون پین رو دادم. بقیه بازیکن‌ها 80 میلیارد من پول بازیکن‌ها رو دادم، چون عقب بودن دیگه. خب ببینید ما باید دو بخش کنیم. مثلا من میام مصاحبه میکنم میگم آقا اگر بازیکن بخواد تیم بخواد من میگیرم، بعد میره برای من مینویسه که آقای فتح‌الرضا شما که میگی بازیکن هر چی میخوای من میگیرم، اکو کدوم پول میخوای بگیری؟ استقلال چرا نمیدین؟ آقا اینا جداست. اسم من بازیکن بگیرم 7 میلیارد 8 میلیارد 10 میلیارد پولشه، استقلال 100 میلیارده. من اگر این پولا رو برای بازیکن دادم، ما یه بحث، ببین ما دو تا بحث داریم. من در مورد چرخوندن تیمم الحمدلله هیچ مشکلی ندارم، یعنی بازیکنانم اطمینان داشته باشن که میبینن دیگه ما الان بالاترین رقمی که تیم‌های لیگی دادن، ما بالاترین رقمو دادیم. خب بالاترین رقمو دادیم دیگه، پاداشا رو به موقع میدیم، حقوقا رو به موقع میدیم. من در چرخاندن تیم و پولی که باید به بازیکن به کادر فنی بدم هیچ مشکلی ندارم. تا آخر فصل هم اینا رو چیکار می‌کنم؟ جمع جور می‌کنیم بریم جلو. اون آخرا حدود 400 500 میلیارد فقط تعهد ایناست. ولی این ولی ستاد که اومده سوار بعد این شده به اون مشکل ایجاد می‌کنه. آقا اینجا ما میلیون‌ها هوادار داریم. شما نگاه کن همین کشور حاشیه خلیج فارس خودمون، بازیکن میاد اونجا ببین چند صد میلیارد پول به اینا میدن. خب ما یه بخش باید دولت کمک کنه، دولت‌ها باید کمک کنن. آقا این پولی نیست که مثلا ما بدون نگران این موضوع بشیم که. بعد مشکل ما داریم.